طوری که در جریان هستید و شنیدید، فیلمی در امریکا تهیه کردم که یک سرش به صهیونیست و یهودیان افراطی هست و سر دیگرش به قبطی های مسیحی که اصالتاً مال مصرم و ساکن امریکا و مقیم امریکا هستن. به هر حال از کارگردانان این فیلم هستند. گویا هم یهودی های افراطی و هم نصارای افراطی دست به این کار زدن و در این فیلم به بهترین بنده خدا و مقربترین بنده حبیب خدا و رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین اهانت کردن. و شما در جریان هستید کم و بیش که در تمام دنیا مسلمانان دست به اعتراض زدن و حتی بسیاری از مسلمانان جان دادن هم در این راه، و اعتراض مسلمانان بر حق هست و برای آنه که چرا به مقدسات ما که در واقع مقدسات بشریت هست شما اهانت کردید و توهین کردید، در حالی که مسلمانان در سطح دنیا به مقدسات هیچ ادیانی و هیچ جمعیت و گروهی اهانت نمی کنند. مسلمانان حرمت مقدسات همه ادیان حفظ می کنند، چون دستور الله تعالی از قرآن عظیم الشان ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله تعالی فرموده شما به بتان و معبودان باطله ادیان باطله مردم اهانت نکنید. اگر شما به اونها اهانت را روا بدارید، اونا نادانسته و از روی جهالت به خدا اهانت میکنن. قرآن ما را من کرده که ما بتان مردم و معبودان باطله مردم را توهین کنیم، چه برسه به انبیاء الهی، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، که مسیحی ها و یهودی ها میگویند که اعتقاد دارم به این پیامبران و اینها را بزرگ میدانم، اینها هم بزرگان برای ملت مسلمان، و لهذا ما به مقدسات هیچ کسی بی حرمتی نمی کنیم، بلکه مقدسات یهود و نصارا که پیامبران باشند و کتابهای آسمانی تورات و انجیل باشه حرمت قائل مسلمانان. مسلمان نه به کسی پوش میده، نه ناسزا میگه، نه به احترامی میکنه تهمت و افترا و دروغ که در دین مسلمانان حرام قرار گرفته است. ما هیچ ملتی از ملتهای دنیا از ناحیه ما احساس خطر نمیکنه که ما به اونها به احترامی بکنیم، توهین بکنیم، افترا ببندیم، بلکه ما برای همه مقدسات همه ادیان این اندازه حداقل ها اگر قبول هم داشته نباشیم، اونا را که اینا را که قبول داریم پیامبران را، کتاب آسمانی و به اینا ایمان داریم، ولی اگر به بعضی چیزایشون ما اعتقاد داشته نباشیم که یهود و نصارا اونا را مقدس میدانند، ولی اهانت را جایز نمیدانیم و حرام میدانیم. هم یهود هم نصارا هم سایر ادیان سماوی که منتسب به ادیانند و بعض دین مسیر دین ویل کردن و ادیانشون منسوخ شده، و همه ملت های دنیا ما به مقدساتشون اهانت نمی کنیم،
مقدسات اونها از جانب من مسئولان، به هیچ ملتی بی احترامی نمی کنیم. ما اگر انتقاد داشته باشیم در چارچوب حرمت و احترام انتقاد می کنیم، اگر رهنمایی داشته باشیم در چارچوب حرمت، و اگر نهی از منکر داشته باشیم هم عقلانه و مستدل در چارچوب منطق و عقل. دین ما دین عقل هست و عقلانی است، دین حرمت و احترام برای همه ملت ها. ما حرمت قائلیم و در تمدن اسلام بی حرمتی نیست، بی احترامی نیست، و این ماییم که مقدسات ما و بزرگان ما همیشه مورد بی احترامی هم. سال گذشته همین تقریبا دسته و گروه که یکی از ارکشیش های مسیحی و خود را عالم میدونه از مسیحا، این به اهانت قرآن پرداخت و در 11 سپتامبر به قرآن سوزی پرداختند. و قرآن بزرگترین کتاب مقدس رب العالمین هست، و اهانت کردن به مسلمانان. 1.5 میلیارد 500 میلیون مسلمان را جریحه دار کردن اعتقادشون را، و ناراحت کردن، و ده مسلمان در بلاد اسلامی و غیر اسلامی کشته شد. و امسال به بالاترین انسان، انسانی که در دنیا صداقت را تبلیغ کرده، امانتداری را آورده، دیانتداری را آورده، پاکی و طهارت را آورده، صلح و سازش را در دنیا آورده، و انسانی که رحمت به تعبیر قرآن برای همه عالمیان، به چنان انسان والا، حبیب خدا، خلیل خدا امسال اهانت کردن. و این عرض کنم که قلوب مسلمین و همه انسان های آزاده را جریحه دار کردن. نه تنها مسلمان جریحه داره، معتقدم که همه انسان های آزاده و آزاد اندیش و انسان های متفکر دنیا و اندیشمند دنیا جریحه داران. هم مسیحا ملامت کردند و محکوم کردند، هم یهودی ها ملامت کردند و محکوم کردند که این کار افراطیونه و کار تندرو هاست. حکومت های دنیا سرزنش دادن هم اسلامی، و بسیاری از حکومت های غیر اسلامی هم ملامت کردند، خود سران امریکا ملامت کردن. اما امریکایی ها مقصرن، برای آن که یا امریکایی ها میخواهن سران امریکه و رهبران امریکه و دولت امریکا یا خودشون این مسئله را میخواهن، یا بیکفایتن و ناتوانن که نمیتوانن جلوی اهانت بگیرن، اینا را مجازات کنن، اینا توهین کردن و اهانت کردن در هیچ ملتی روانی است، در هیچ تمدنی، مگر او تمدن مطرود باشه و عقب مانده باشه و پس مانده باشد که در او اهانت به کسی روا باشه. خودشون میگه اهانت ما روا نمیدانیم و به هیچ ملتی اهانت نمی کنیم. بالاترین اهانت که از این اهانت بزرگتری وجود نداره و با متصور نیست و در عقل نمی آید، اهانت به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و اهانت به قرآن عظیم و شان. چه چیز نزد مسلمانان بعد از خدای عز و جل محترم و بزرگ که مسلمانان به او عشق می ورزند، از سید المرسلین، رحمت للعالمین، امام النبیین. مسلمانان همه حاضرند که بزن و بچه و فرزند و اولاد کشته بشن. و با سلاح‌های مخرب هسته‌ای و بمب اتم مورد هدف قرار بگیرن، ولی حاضر نیستن که با اهانت به رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، با اهانت به کلام پاک خدا و مقدس خدا مسلمانان رو بر رو بشن. و انسان های عبه که در واقع انسان نیستن، سایه انسانن، در غلاف آدمن، آدم نیستن،
در خلاف آدمان مردمکن، مردم نیستن، اونها توهین بکنن به بالاترین شخصیت و به مقام والای ساحت مقدس حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. اینم مثالشان مانند سگیست که سگانیست که در شب چارده به ماه چارده که میدرخشه در آسمان و روشنه اینها هاها میکنند و صدا در میآورند و صدا میکنند. این سگانن که اعانت میکنند و باید جلوی این سگانا دولت امریکا و سایر کسانی که در بلاد اونا اعانت انجام میگیره اینا را مجازات بکنند و بگیرند جلویشون را. و نگذارند که مسلمانان به این طور کشته بشن در خیابانها، انسان ها کشته بشن. اینا ادعای حقوق بشر دارن. آیا این حقوق بشره که به یک ملتی که یک سوم دنیا را تشکیل میده به این ملت کلن زن و مردش و کوچک و بزرگش پیر و جوانش اهانت بشه و جریحدار بشن و عزادار بشن و پریشان بشن؟ لحظه ما این جنایت هولناک را به شدت تمام محکوم میکنیم و سردمداران امریکا، حکومت امریکا، دولت امریکا هم محکومند که در ملک خود چنان چیزی را گذاشتن و چنان انسانهای جانی و چنان انسانهای درنده و درنده خورا جلو نمیگیرند و به مجازات نمیرسانند. از مجامع بین المللی و از سازمان ملل حقوق بشر و ما همه درخواست میکنیم و خواسته همه است که به هر حال به محکومیت اینها باید بیانیه صادر بکنند. همه مسلمانان باید اعتراض کنند در دنیا و تا آینده چنان جنایتی صورت نگیری. آنچه که در 11 سپتامبر انجام گرفت کار یک گروه خاص بود، همه مسلمانان دنیا هم دردی کردن، ملامت کردن، و لحاظه نباید به خاطر یک کاری که یک گروه انجام میده، در نصارا باشن، یهود باشن یا مسلمان باشن، بالاخره همه مسلمان ها باید جریح دار بشن و به تمام مسلمان ها توهین وارد بشه و اهانت بشود. و امروز در سطح کشور هم راهپیمایی موجوده، سطح کشور نه بلکه سطح دنیا. امروز بعد از نماز جمعه در تمام دنیا به احتمال زیاد راهپیمایی هست به محکومیت این جنایات. مسلمانان راهپیمایی میکنند و اعتراض میکنند و انشاءالله بعد از نماز از همه خیابان خیام که سنت ها را و فرائض نماز ادا کردید از همه خیابان را بیفتید و تا فلکه و اونورتر انشاءالله علماء هم جلوی شما هستند و اعتراض صورت بگیرید و انشاءالله اعتراض ثواب و اجر داره و به هر حال دنیا هم ببینی که مسلمانان ناراضند و ما اعتراض من را و ناراضگی خود من را باید به گوش جهانیان برسانیم. الله تعالی به همه ما توفیق عنایت بکند و همه مسلمان را الله حفظ کنه و الله این جنایتکاران را به مجازات برسانه. آینده دنیا چنان جنایتی را شاهد نباشه و چنان جنایتی را دنیا مشاهده نکند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.
میکنیم و به مسلمانان اعلام میکنیم که همانطوری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مایه رحمت برای بشریت بوده، ما با اتباع و با احیای سنت های رسول الله باید مایه رحمت برای بشریت باشیم. تکبیر! سنت رسول الله این دریده دهنی و این وحشیگری عده محدود افراطی مسیحی و صهیونیست را ان شاء الله به جهانیان ثابت می کنیم که خدا اینها را رسوا خواهد کرد. آینده جهان از آن محمد رسول الله، از آن اسلام و از آن قرآن عظیم الشان خواهد. ما بار دیگر این جنایت شرمناک و ددمنشانه را در همه سطح دنیا محکوم می کنیم. از همه جوامع بشری، سازمان بین الملل و سازمان حقوق بشر می خواهیم که این احساسات جریحدار شده مسلمانان را با تدبیر و با محکوم کردن این جنایت در سطح دنیا مرهم بنوایند. Thank you.